رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستن در این روز جمعه، گفت بگو نگو جمعه، بگو آدینه، در این روز آدینه هفتم شهریور است. ساعتم در حقیقت 14 دقیقه به 11 شب در ایران عزیز همه ما. عرضم به حضور شما که جمعه است، میریم. هفته پیشم به حال آقای آلبرت گرفتار بود، نتونستیم در خدمتش باشیم و دوستان زیادی ایمیل کردن، پرسجو کردن و خوشحالم که امروز میتونیم یه بار دیگه در خدمت این نازنین باشیم تا از تجربه و دانشش استفاده کنیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام کنم به آقای آلبرت و تشکر کنیم از حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما، رسیدم بخیر. مرسی. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز در سراسر دنیا، دوستداران شما، طرفداران شما، اونایی که به این برنامه کمک میکنن، من بهشون درود میفرستم و از شما پشتیبانی میکنن، یعنی از یک رسانه میهنی پشتیبانی میکنن که بتونیم اتفاقاتی رو که در دنیا میفته اون طوری که حقیقت هست، نه اون طریقی که آدم ها تحت تاثیر قرار میگیرن، بیان بکنیم و این اجازه رو بدیم که مردم تصمیم گیری و در واقع اطلاعات صحیح رو داشته باشن. بفرمایید. بله حتما، ممنون از شما، نکته بسیار دقیقی بود و متشکرم از این در حقیقت کامپلیمنتی که دادی، خیلی برام جالب بود از زبان شما شنیده. عرضم به حضور شما که بذارید قبل از این که بریم به هر کجا در همین آمریکا وایسیم و این ماجرا رو دنبال کنیم. ما یه اتفاقات عجیب و غریبی توی آمریکا داره میفته و یه چیزی سر باز کرده. من همیشه عقیده دارم که اخلاق از بالا در حقیقت به جامعه منتقل میشه، مثل رنگی که رو دیواره از بالا شره میکنه به سمت پایین سرازیر میشه، چه وقت از پایین به سمت بالا نمیره. و میگن مردم ها شکل حکومت هاشون میشه و اینو میشه ببینی. و الان اتفاقی که افتاده و اون اینه که پلیس آمریکا اون وچه خشونت خودش رو یه جور علنی کرده، یه جور احساس پشتیبانی میکنه. و اینکه از داستان جورج فلوید دیدیم و اون مرگ فجیع، و این یکی که الان 3-4 روزه همه رسانه های آمریکا روی این تمرکز کردن، ماجرای بلیک اگر اسمش رو اشتباه نگم، و اینکه پلیس از پشت بهش 7 تیر زده در حالی که میتونستین یه دونه تیزر بهش بزنه، دستبند بهش بزنه و یارو هم داشته میرفته، اصلا ربطی به ماجرایی نداشته. چیه؟ چرا این اتفاق داره میفته و ما به کدام سمت و سو داریم میریم؟ چه شکلی میبینیم این؟ چون به نظرم مسئله مهمیه و این خیلی اثر خوشی نداره به حال. حالا تو بخشای دیگه حتما این رو باز میکنم، از شما میپرسم مجدداً، ولی دلم میخواد راجع به این وقایعی که الان مدتی است دامنگیر جامعه آمریکا شده از شما پرسم، ببینم که ماجرا چیه و چجوری شما این صحنه ها رو میبینید. من در بکنم چند برنامه گذشته دقیقا خاطرم نیست، وقتی داشتیم راجع به کشته شدن جورج فلوید صحبت میکردیم، اون سیاه‌پوست آمریکایی که 8 دقیقه و 46 ثانیه زیر زانوی اون پلیس سفید پوست آمریکایی در واقع به قتل رسید. من از یک کلمه استفاده کردم، گفتم آمریکای سیاه و آمریکای سفید.
آمریکای سفید و آمریکای سیاه، و هنوزم بر این باور هستم که در آمریکا دو آمریکا وجود داره، یک آمریکا برای سفید پوستان و یک آمریکا برای سیاه پوستان. و در یک برنامه آینده من به طور مفصل راجع به این مسئله که چرا، منظور من دقیقا چیه، من در دفعه قبل اشاره کردم به در واقع گناه آمریکا نسبت به سیاهان، ولی امروز اجازه بدین تکرار بکنیم که بعد از چند ماه و خشونت ها و شورش هایی که در سراسر آمریکا هنوزم یعنی پایان نگرفته بود، اون شورش های دوره قبل، هنوز در این ایالت پورتلند اورگان، در این بالای کالیفرنیا هنوز این مسائل هست، 67 شبه که هنوز گرفتاری ها هست، ولی چند روز پیش در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین آمریکا یک مرد سیاه پوست 29 ساله به نام جیکوب بلیک از طرف پلیس با 7 گلوله زخمی میشه و امروز در بیمارستانه و به طور کلی فلج شد. بله، کاملا فلج شد. داستان بر این قرار بوده که این آقای جیکوب بلیک رو اول بهش تیزر میخواستن دستگیرش بکنن، این 3 نفر پلیس، البته یه نفر از پلیس ها فقط تیراندازی کرده، میخواستن دستگیرش بکنن و ایشون توجه نمیکنه، تیزر میکنه ایشون، یعنی با اون سلاحایی که در واقع بیهست میکنه یا چند ثانیه یا چند دقیقه آدم ها رو در واقع رو زمین میندازه، وقتی تیزر رو میزنن تیزر رو ایشون کاری نمیکنه و ایشون میاد سوار ماشین بشه. وقتی میاد سوار ماشین بشه با وجود 3 فرزند ایشون که در ماشین بودن، اون پلیس که دنبال ایشون بوده 7 گلوله رو در پشت ایشون از پشت میزنه و ایشون رو داغون میکنه و چشون الان در بیمارستانه. این اتفاقی بوده که افتاده. اتفاقی که افتاده مسئله این نیست که یک نفر مورد حمله قرار گرفته. باید به این نحو بگیم که یک پلیس سفید پوست یک مرد سیاه پوست رو از پشت با 7 گلوله زده. چه در واقع در داخل آمریکا چی داره میگذره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این شما یه اشاره کردین، گفتین که شهروندان هر کشور شکل حکومت خودشون رو میگیرن. من فکر میکنم مسئله نژادی و قومی که امروز در آمریکا وجود داره صرفا مسئله شخص پرزیدنت ترامپ نیست. من فکر میکنم در زمان اوباما، در زمان بقیه رئیس جمهور هم این عملها انجام میشد. پلیس های سفید پوست سیاه پوستان رو در واقع نسبت به اونا خشونت بیشتری رو انجام میدادن. اما اجازه بده من یک استاتیستیک، یک رقم، یک آمار خیلی کوتاه رو برای شما بگم. ما در آمریکا تقریبا 61% سفید پوست داریم. در این 61% سفید پوست 13%شون توسط پلیس، یعنی اون سفید پوست ها رو دارم میگم، توسط پلیس مورد خشونت قرار میگیرن یا بهشون تیراندازی میشه. جمعیت سیاه پوستان آمریکا در ایالات متحده 14%، اما 23% از سیاه پوستان مورد حمله پلیس و شلیک پلیس و دستگیری پلیس و بقیه مسئله میشن و 18% از جمعیت آمریکا لاتین تبار هستند، یعنی از آمریکای جنوبی هستند، از مکزیک، از برزیل، آرژانتین، گواتمالا و بقیه نیکاراگوه و بقیه کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی. و از بین این 18%، 27%شون در واقع درگیری با پلیس یا مورد شلیک پلیس قرار میگیرن. اینجا آقای بهبهانی، البته این مسئله خیلی مسئله عمیقه، ولی من خیلی کوتاهش اشاره میکنم. باید نگاه بکنیم که اگر 13% از اون 60% مورد حمله پلیس یا خشونت پلیس یا هر مسئله قرار میگیرن، آیا این به خاطر اینه که در واقع سیاه پوستان آمریکا یا لاتین های آمریکا یا بقیه مهاجرین به خاطر ناآشنایی با قوانین آمریکاست که اینطور مورد خشونت و حمله پلیس قرار میگیرن؟ من فکر میکنم یک اشکال زیربنایی در داخل جامعه آمریکا، در داخل بخصوص پلیس آمریکا وجود داره. متاسفانه آقای بهبهانی، پلیس آمریکا توسط اتحادیه پلیس آمریکا، یعنی پلیس یونین، کنترل نمیشه، ولی هر وقت مسئله پیش بیاد قوانینی که در داخل
پلیس آمریکا در ایالت‌های مختلف هست زیر کنترل اتحادیه پلیس آمریکاست و اونها هستند. یعنی شما توجه بکنید این پلیسی که 7 تا گلوله این آقا رو کشیده عقب، 7 تا گلوله بهش زده، فقط ایشون رو، یعنی اتهامی که امروز بهش زدن administrative leave، به این معنی که فعلا ایشون از کار فرستادنش خونه تا ببینن چی میشه. من نمیتونم ببینم که اگر این آقا در ماشینش چاقو هم داشته با 3 نفر پلیسی که اونجا بودن با این چاقو چی کار میخواسته بکنه، چون وقتی که ماشین رو این شخص رو میگردن در آخر سبب از اینکه 7 دفعه گلوله میخوره، ببینن که چاقوی زیر مثلا قالی ماشینش بوده. بنابراین مسئله بسیار بسیار حساس تره. من فکر میکنم این مسئله نژادی یک روند سیاسی داره، و این روند سیاسی که امروز ما داریم میبینیم چندین سوال در داخل جامعه سیاه پوستان آمریکا داره پیش میاره که آیا، یعنی اجازه بدین قبل از که من وارد این مسئله بشم، یکی از قشنگترین صحبتهایی رو چون نوشا داشتم مسابقه بسکتبال میدیدم، بعد از مسابقه بسکتبال مربی تیم کلیپرز، لس آنجلس کلیپرز که تیم بسکتبالی هست در لس آنجلس، آقای داک ریورس که خودشون قبلا بازیکن بسکتبال بودن، سیاه پوست هستن ایشون، همسر ایشون سفید پوسته و فرزندانی هم که آقای داک ریورس دارن با همین بسکتبالیست ها، پسرشون هم بسکتبال بازی میکنه، دخترشون هم با یکی از بسکتبالیست ها دیگه ازدواج کرده، بنابراین یک فرهنگ بسکتبالیستی در خانه ایشون هست. بهترین سخنان رو آقای داک ریورس گفت، مربی تیم لس آنجلس کلیپرز، گفت ما با آمریکا عشق می‌ورزیم ولی آمریکا به ما عشق نمی‌ورزه. گفتش که کدوم پدر سفید پوستی به بچه‌اش میگه که اگه رفتی بیرون پلیس تو رو گرفت فقط گوش کن پلیس چی داره میگه، دست بذار روی فرمون، تکون نخور، اگر هر عمل دیگه انجام بدی مورد شلیک قرار میگیری. واقعا هیچ پدر سفید پوستی این مسائل رو و این نصیحت ها رو به فرزندش نمی کنه. ولی آقای داک ریورز گفتش که من با بچه هام این حرفا رو زدم. آقای بهبانی اهمیتی نداره که اینجا کی هست، داستان هایی رو من میتونم براتون بگم که همین بسکتبالیست هایی که سالیانه 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون دلار پول در میارن بارها توسط پلیس متوقف شدن با بست ایدیشون گواهینامه‌شون نگاه میکنن تا مطمئن بشن که ایشون مثلا بسکتبالیست فلان تیمه که بذارن برن تو این خونه ها زندگی بکنن، چون در خیلی از منطقه های سفید پوست زندگی کردن اینها مشکله. من این داستان ها رو فقط از این نقطه نظر دارم که درسته، خیلی کاملا درسته. یعنی آشنایی باید پیدا بکنیم که چی داره میگذره. یعنی اینکه اگر یک دکتر سیاه‌پوست در منطقه ما زندگی میکنه که من دوست هستم با ایشون، البته خب ایشون خودش دورگه است، یعنی سفید پوست سیاه پوسته، و باید توجه بکنید که ببینید که ایشون سیاه پوست هست یا نه، ولی شاید صمیمیترین شخصی که در اون خیابون هست با ایشون من هستم، بخش در آدرس قبلی اون منظورم بود، من بودم با ایشون. و نکته که میخوام بگم اینه که بعضیا براشون اهمیت نداره، یعنی من خودم یک اقلیت هستم، فرقی نمیکنه، ولی من این رو میتونم اینجا به عنوان یک ایرانی آمریکایی بگم که خشونت پلیس فقط نسبت به سیاها لاتین ها نیست، به اقلیت ها هم هست. من از تجربه خودم با پلیس صحبت میکنم، طریقه که نگاه میکنن به ما طریقه نیست که به یک سفید پوست نگاه میکنن. نتیجه گیری من آقای بهبهانی اینه که دیدی که پلیس آمریکا نسبت به یک سیاه پوست داره، با یک اقلیت داره، فرق میکنه با اون دیدی که نسبت به یک سفید پوست داره. بنابراین امروز اون مسئله که پیش میاد، اون سوال اصلی که در جامعه سیاه پوستان و جامعه اقلیت ها هست، اینه که رابطه آشکاری وجود داره بین مسئله طریقی که سیاه پوستان زندگی میکنن، کارهایی که میگیرن، در جاهایی که کار میکنن و دیدی که داریم. من روز چهارشنبه رفتم مطب دکترم، خب تکنیسیانی که داشت از من تست میکرد یه پسر سیاه پوستی بود، من با این صحبت کردم و یک دو دقیقه فقط گوش میکرد، جواب من رو نمیداد. بعد برگشتم گفتم که اشکالی دارین شما؟ گفت نه، ما باید اینجا 10 دقیقه با هم دیگه این تست رو انجام بدیم. من نمیخواستم چیزی بگم که تو، گفتم نه، من ازت سوالی رو کردم، جواب من رو بده. ایشون داشت منو آزمایش میکرد. حالا من خودم رو سفید پوست حساب نمیکنم، ولی سفید پوست حساب میشیم. من وقتی که تستم اونجا تمام شد متوجه یک مسئله شدم. مسئله این نیست که اونها ترس دارن، مسئله اینه که در اون منطقه و در اون آفیس دکتری که ایشون داشت کار میکرد
یعنی سیاه پوست دیگری وجود نداشت و ایشون یک مقداری شاید احساس میکرد که متعلق به اونجا نیست. بنابراین این مسئله که من دارم میگم، رابطه آشکار بین سیاست، قوانین، مکان زندگی، کارها و محلی که زندگی میکنن، اینها تماما یک روند سیاسی رو داره در آمریکا از نقطه نظر نژادی و قومی داره پیاده میکنه و اهمیت نداره چقدر قوانین آمریکا رو عوض بکنن، اهمیت نداره آقای بهوانی. چیزی که اهمیت داره اون مسئله ایه که اون روند فکریه که در بین پلیس آمریکا وجود داره. البته من نمیخوام محکوم بکنم سیاه رو، ولی تعدادی از سیاه پوستان در آمریکا وقتی که مورد توقف پلیس قرار میگیرن توجه نمیکنن به پلیس و اینجاست که مسئله دوچار نجبازیه دیگه. بله نجبازیه، ولی پلیس هم اجازه رو نداره که شلیک بکنه آقا بهوان، این اجازه رو نداره. آره ولی یادت باشه من در مورد همون جورج فلوید هم با شما که حرف میزدم به این نکته اشاره کردم و گفتم که این پلیس حالا اونا چیز بودن، مشکل شخصی داشتن، چون همدیگر اون پلیسی که اون فلوید رو کشت با هم توی یه دونه نایت کلابی هر دوشون بنسور بودن اونجا کار میکردن و با هم دعواشون بوده، اختلاف داشتن و اون اختلاف در اینجا بروز کرده بود. حالا این نیرو داشت تونسته بود اونو به زمین بزنه. اونا رو بذاریم کنار، ولی ماجرا این بود که من باورم اینه که به این پلیس، خب به این پلیسا تعلیم دادن اینجوری برن بهشون میگن آقا اگه اینجوری کرد تو دست تو بر بالا، دستشو برد بالا، تو پا تو بیار پایین، اینجوری کرد اونجوری کن، گردنشو بگیر، اینجوری میزنی اونجوری میزنی و هی با هم تمرین میکنن دائم. خب تو آکادمی همینا رو بهشون درس میدن. اون سیستم از اون بالا غلطه، تقصیر اون پلیسه نیست که اونو کشته، اون سیستم به این اینجوری درس داده، این درسشو اجرا کرده، اونجا رو باید رفت اصلاح کرد. حالا تو این امروز... پلیسه رو بگیر زندان کن، اونو اعدام کن. ولی آقای بهوانی یک مقداری من اینجا با شما اختلاف نظر دارم و اون همین البته نکته شما کاملا درسته. ما وقتی امروز در آمریکا راجب دیفاندینگ دی پلیس، یعنی که بودجه پلیس رو کم بکنیم یا عوض بکنیم، ما راجع به این صحبت نمی کنیم که پلیس رو متوقف بکنیم. همین نکته است، ما داریم راجع به این مسئله صحبت می کنیم که پلیس یک نیروی بازدارنده باقی بمونه، نه نیروی کشنده. یعنی اون چیزی که ما به عنوان deadly force یا deadly training به عنوان یک نیروی کشنده و یک نیروی حمله‌ای و ضربتی هست، ما پلیس رو باید تبدیل بکنیم به یک نیروی بازدارنده، نه نیروی کشنده. و امروز من فکر میکنم البته من دیدید که آقای پرزیدنت ترامپ هم در صحبتشون دیشب اشاره کردن، خب این مسئله اشتباه است. من فکر میکنم زمانی که یک اتفاقی در آمریکا افتاده و اتفاق آبوانی این دو مسئله که داریم میبینیم، فلوید و بلیک، فقط به خاطر اینکه کپچر شده، دیده شده و ویدیوش هست، امروز داره بحث میشه. ده ها حادثه مثل اینها در آمریکا اتفاق میفته، شدن صدها در هفته، ولی چون ویدیویی وجود نداره هیچ کس نمیتونه صحبت بکنه. بنابراین بسیار بسیار مهمه. بنابراین من نتیجه‌گیری رو میکنم که اشکال سیستماتیکه، اشکال رهبریه، اشکال قوانین آمریکاست و به خاطر اینکه سلاح حمل میکنن و خریدن سلاح در آمریکا بسیار بسیار آسونه، پلیس چاره‌ای جز این نداره که اون مسئله نیروی در واقع متوقف کننده خودش رو به جای نیروی بازدارنده از اون نیروی کشنده منظور شلیک اسلحه هست. در حال امیدوارم که در برنامه‌های دیگه به این مسئله باز اشاره خواهیم کرد که این مسئله نژادی قومی و سیاسی در آمریکا و من فکر نمی‌کنم عوض شدن رئیس جمهور بتونه این مسئله در آمریکا حل بکنه تا زمانی که تعلیمات پلیس عوض بشه و نفوذ اتحادیه پلیس یعنی پلیس یونیون به روی این مسئله ترینینگ، این مسئله تعلیمات پلیس، تا زمانی که اونها نفوذ داشته باشن این مسئله رو خواهیم دید. بفرمایید. آخه اگه یادتون باشه این ماجرا از همون وست ویرجینیا بودش که این دار دسته کوکلاس کلانیا اومدن و با ماشین یه دختری رو زیر گرفتن کشته شد و رئیس جمهور به جای اینکه آرام کنه گفت بله اونا حق دارن، خب این کارا رو بکنن. پوان بشه. دیشب هم اگر به سخنانش دقت کردی، خب یهو گفتش که بچه های آمریکا شما بدانید که هیتلر اینجوری حرف نمیزد که این دیشب حرف زد.
راجب بچه های آمریکا شما بهترین بچه این، پرنفوذترین این، نابغه ترین این، نمیدونم فلان این. والا هیتلر به مردم آلمان اینجوری نگفت اون جنگ به راه افتاد، من نمیدونم. ولی بذارید اینو رها کنیم چون خیلی مهمه و دلم میخواد که هر هفته کمی راجع به شرف بزنیم با توجه به وقتی که داریم. بریم به موضوع مهمی برسیم و اون این استش که این ماجرای امارات بود که خیلی یه ناگهانی یه مرتبه بی مقدمه یهو گفتن که بله امارات و اسرائیل با هم دیگه قرارداد بستن و پذیرفتن صلح کنن، اینجوری کنن. ولی ما مثلا در گذشته در مورد مصر و اسرائیل خب دیدیم تشریفاتی داشت، رفتن اومدن، بالا کردن پایین کردن، بعد در کمپ دیوید دعوت شدن اومدن نشستن در کمپ دیوید چند روز صحبت کردن، بعد خب اعلام کردن که بله مصر و اسرائیل با هم به توافق رسیدن، بیگین و سادات و کارتر این کار رو انجام دادن. ولی این یهو یه دفعه بپرن بیرون و بگن آقا گرفتیم و دادیم و بعد یهو در داخل اسرائیل گنس اعتراض کنه بگه آقا شما چرا این کاری کردی بدون اطلاع وزارت دفاع که مقدسترین وزارتخونه است تو اسرائیل، بالاتر از وزارت دفاع که نداریم در اسرائیل مقامی. یا بگه وزارت خارجه نمیدونه، وزارت دفاع نمیدونه و ما قرار قوه برتر نظامی در خاورمیانه باشیم، چطوری شما رفتی با اینا قرارداد بستی و اینا بتونن F-35 رادارگریز داشته باشن؟ این فقط باید ارتش اسرائیل داشته باشه. البته آقای نتانیاهو بعدا منکر همه اینا شد، گفت من خبر نداشتم. من فهم میکنم سفر آقای آقای پومپئو به منطقه در ادامه این تنش‌هایی است که در داخل اسرائیل اتفاق افتاده و حتی عرب‌ها هم اعتراض کردن. عربستان سعودی حتی میگه بعد برگردیم عقب‌تر، یعنی داستان اسلو هم قبول نداره، میگه بعد برگردیم به مرزهای 1967. بابا اومدیم جلو به اسلو رسیدیم، 1993 بود اگر اشتباه نکنم در اسلو نشستن یه قراردادی رو نوشتن، پیمان اسلو شد، کسای اونم قبول نکرده همچنان، ولی عربا گفتن خب پیمان اسلو با فلسطین قابل قبول. ولی در واکنش به این عربستان میگه برگردیم به جنگ های 1967، یعنی یه چیز نشدنی. مصر هم نکنالی میکنه این وسط. چیه ماجرا؟ چی شما چه نگاهی به این قضیه دارید؟ خب نگاه من قضیه با نگاه شما فرق میکنه، ولی خب در یه جاهایی میاد نزدیک نگاه شما میشه. ولی اجازه بدید که اگه من درست متوجه شده باشم، سوال اینه که انگیزه واقعی پشت سر این صلح چی بوده. در زمانی که شما اشاره میکنید مصر رو میارید در داخل این معادله که من هم چند دقیقه بهش اشاره خواهم کرد و اردن رو، کشور اسرائیل در اون زمان با این دو کشور هم مرز بود و در سه جنگ متفاوت در زمان متفاوت خب اسرائیل پیروز شده بود. اون قرارداد جنگی بود و حالا زمین ها رو پستن یا هر کاری که کردن اون قراردادها انجام شد. ولی امروز کشور امارات متحده عربی که حتی در زمان تشکیل اسرائیل یعنی 1948 و جنگ 1948 جنگ 1956 کشوری به نام امارات متحده عربی وجود نداشته، یعنی چنین چیزی نبوده. پس من اینا کشورهای جدید التأسیسی هستن و الان نگاه میکنیم به این انگیزه واقعی که پشت سر این عهدنامه است. من این مسئله رو از چند جانب نگاه میکنم، از جانب اسرائیل، از جانب امارات، از جانب عربستان، از جانب مصر، از جانب اردن و ترکیه، چون در واقع کشورهای که در این مسئله هستن این والف هستن همین کشور هستن. من فکر میکنم که رسمیت شناختن و عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل در مرحله اول به خاطر ایجاد اون محور کنترل ایران یا محور ضد ایران، منظورم اسرائیل، عربستان، امارات و آمریکا هست. دلایل زیادی داره. ممکنه که این کشورهایی که من اشاره کردم آقای بهبهانی در داخل خودشون امروز مسائل و مشکلاتی داشته باشن. اگر اسرائیل رو نگاه کنیم نتانیاهو هنوز زیر اتهامات فساد مالی هست.
عربستان رو نگاه کنیم، میبینیم که این محمد بن سلمان هنوز گیرودار اون مسئله قاشقچی و اینا، برای اینکه اگه ترامپ، اگه بایدن، بایدن بیاد سر کار، خب ترامپ چه کس بخوره، مسلما این آقا رو زیر سوال میبرن. حتی امروز مسائلی هست که داخل امارات اینه که آقای امبیزی، منظورم محمد بن زیان، ایشون هم حتی میگن در داخل داد در دادگاه در فرانسه میخوان امارات رو بیارن، میگن که شما جرائم جنگی کردید، یعنی کارهای در جنگ کردید که در واقع به عنوان جرم جنگی حساب میشه. بنابراین همه اینها، هر قدر این مسائل بسیار سطحیه و حتی آقای ترامپ هم میدونه در انتخابات آمریکا انتخابات مشکل جلوش. ببخشید این تیکه آخر یه بار دیگه تکرار کنید، در فرانسه قراره چه اتفاقی بیفته؟ من متوجه نشدم. در دادگاهی در فرانسه میخوان آقای محمد بن زیاد، یعنی رهبر امارات، رو بکشند دادگاه و بگن امارات در یمن به خاطر حملات هوایی که در با عربستان سعودی کرده و کشتاری که شده، این جزو در واقع گناهان جنگی بوده و این مسئله جنایت جنگی بوده و اینو میخوان ایشونو بیارن پای محاکمه. از نظر من بسیار سطحی این مسئله و اتفاق نخواهد افتاد، ولی خب هر قدرم که این مسئله سطحی باشه، نگرانی هایی برای همه اینها داره. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که قراردادی که عهد شده صرفاً به خاطر تضمین رابطه به پاموندن کشور اماراته. اگر من بخوام به ترکیه اشاره بکنم، افزایش قدرت ترکیه، سیاست های بلند پروازانه اردوغان در منطقه بسیار بسیار امارات رو نگران کرده. رهبران امارات، آقای بهبهانی، رهبرانی هستند که تقریبا میتونم بگم کلمه ضد اسلامی، البته نمیگم ضد مسلمان، ضد اسلامی منظورم اخوان و مسلمین هستند. زمانی که نگاه میکنیم به محمد بن زیاد که ایشون جزو اون ضد اسلامی هاست و ترکیه و قطر با هم همپیمان هستند و از اخوان و مسلمین و گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی و بقیه پشتیبانی میکنن، این تمایلات ضد اسلامی امارات متحده عربی رهبران این کشور رو نگران میکنه. چرا؟ در زمانی که آمریکا تغییر سیاست داره در خاورمیانه میده، اونها تضمینی برای کشور خودشون دیگه ندارن. درست چند روز قبل از این که امارات با اسرائیل اعلام بکنه که میخواد روابطش رو ایجاد بکنه، یک مکالمه اینترنتی از طریق زوم بین جواد ظریف و وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه قطر، ببخشید، امارات انجام میگیره. مطمئنا اخباری که بیرون اومده اینه که در اون در واقع میتینگ سایبری به ایران گفتن که ما داریم این کار رو انجام میدیم. و مسئله‌ای که امروز وجود داره اینه که در نهایت اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد، امارات متحده عربی هیچ وقت به ایران اعتراض نکرد و امارات متحده عربی همیشه تحت کمک یک کشوری بوده. تا سال 1971 آقای بهبهانی اگه خاطرتون باشه، کشور بریتانیا، انگلستان محافظ امنیت امارات بود و بعد از اینکه بریتانیا منطقه را ترک کرد، و یعنی البته فقط امارات نبود، بحرین و قطر و کویت و عمان هم قرارداد مشابهی با دولت بریتانیای کبیر داشتن، البته خب دیگه کبیر نیستن، دولت بریتانیا داشتن که تحت الحمایه اینها باشن. و همینطور عربستان سعودی در قراردادی که در 1915 در واقع با خود بریتانیا عهد میکنه، محافظ حکومت ابن سعود هم بودن اینها. اما در سال 1945 وقتی که قرارداد رو با آمریکا امضا میکنن، قراردادی که به عنوان قرارداد کوینسی هست، عربستان تقریبا تحت الحمایه آمریکا در اومد، یعنی محافظ امنیت عربستان آمریکا بود. شما این نکاتی رو که من گفتم الان براتون در نظر بگیرین و نگاه بکنین. تغییر سیاست آمریکا زمانی داره انجام میگیره که کشورهای آبراه خلیج فارس امروز دچار نگرانی امنیت خودشون هستند. فراموش نکنید سپتامبر 2019 چه اتفاقی در عربستان سعودی افتاد و کی آرامکو رو زد و چه بلایی سر عربستان سعودی در آوردن. فراموش نشه اینها. امروز باید ما نگاه بکنیم که عهد این قرارداد، در واقع اعلام این مسئله و اون اهرمی که محوری که من دارم راجبش صحبت میکنم، عربستان، اسرائیل، امارات و آمریکا، امروز این مکتب فکری،
این اتاق فکری داره یک امتحان سیاسی برای بقیه کشورهای خلیج فارس داره، ببخشید کشورهای خاورمیانه داره پیش میاره. منظورم این یک امتحان سیاسی برای مصر و اردنه. اجازه بدید من از رابطه بسیار نزدیک السیسی و مصر با امارات متحده صحبت بکنم و این رو بگم که محمد بن زیاد مشاور غیر رسمی آقای ترامپ در مسائل خاورمیانه است و رابطه بسیار نزدیک با داماد آقای ترامپ، آقای کوشنر دارن. کشور امارات متحده عربی میلیاردها دلار در مصر سرمایه گذاری کرده، سرمایه گذاری زیربنایی کرده و حتی قسمتی از خرج ساختن پایتخت جدید مصر هم امارات داده. در بانک های مصر بعد از عوض شدن رژیم در مصر و روی کار آمدن السیسی، وقتی که اقتصاد داشت سقوط میکرد و در واقع اون مسافرگران دیگه نمیرفتن، جهانگردان به مصر نمیرفتن، این امارات بود که آمد به مصر کمک کرد و جلوی در واقع سقوط بیشتر مصر رو گرفت. پس بنابراین عادی سازی اینجا، عادی سازی روابط آقای بهبهانی در رابطه، یعنی رابطه اسرائیل و مصر یک رابطه در واقع صلحی بود که بعد از جنگ آمد. امروز رابطه امارات متحده عربی با اسرائیل قرارداد جنگی یا صلح نیست، عادی سازی فرهنگی، عادی سازی اجتماعی و عادی سازی فرهنگی با رفت آمد در واقع شهروندان دو کشوره. اجازه بدید من اشاره بکنم که پارسال تیم جودوی اسرائیل در داخل ابوظبی شرکت کرد در این مسابقات، برنده شد، مدال گرفت و سرود ملی اسرائیل رو در ابوظبی در اون استادیوم گذاشتن و پرچم اسرائیل رو احتراز کردن. آیا این مسئله در اردن اتفاق افتاده؟ خیر. آیا این مسئله در مصر اتفاق افتاده؟ خیر. پس بنابراین این مسئله رو شما فقط به عنوان عادی سازی روابط نگاه نکنید، عادی سازی فرهنگی. کاری که محمد بن زیاد آل نهیان داره میکنه اینه که داره نشون میده که ما امروز باید فراتر از این مسئله بریم جلو و دیگه مسئله فلسطین که در قسمت آخر صحبتام میخوام راجعش الان صحبت بکنم اینه که تکلیف فلسطین چی میشه، آرمان فلسطین و تشکیل کشور فلسطین چی میشه. من فکر میکنم که اماراتی ها بسیار بسیار به این مسئله آگاه هستن، با وجود اینکه من اشاره کردم که رابطه نزدیک بین مصر و امارات هست. ترسی که السیسی داره امروز اینه که آقای محمد بن زهیان آل نهیان، زید آل نهیان، جانشین در واقع آقای السیسی بشه. چون امروز اگر شما مسائل اسرائیل و حماس رو نگاه بکنید، به خصوص در چند روز گذشته که مجدداً حملات موشکی و حملات در واقع بادکنک‌های آتش‌زا به طرف اسرائیل شروع شده، در واقع مصر در داخل حماس، مصری‌ها در داخل حماس دفتر ایجاد کردن در داخل غزه که اینا به طور دائم اونجا که بلافاصله اتفاقی که میفته خط مستقیم با اسرائیلی‌ها دارن صحبت می‌کنن و مسائل آروم می‌کنن. و امروز ترسی که مصر داره اینه که با روی کار آمدن و با مرمل شدن این رابطه و عادی شدن این رابطه فرهنگی و سیاسی، امارات متحده عربی جای مصر رو بگیره و مرکز ثقل و مرکز فکری و مرکز تصمیم گیری کشورهای عرب و اسرائیل از قاهره به خلیج فارس جایگزین بشه. و من فکر میکنم این مسئله انجام خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اسرائیل تمایل داره که در واقع انگشتی خاری به چشم جمهوری اسلامی وارد بکنه و اگر به نقشه نگاه بکنید و در واقع جایی که امارات متحده عربی قرار داره، به نظر من برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه که این کار را انجام بده و راغب هستن اسرائیل که این کار را انجام بدن. ولی یک مسئله در اینجا هست، باز هم فراموش نکنیم که مصر و امارات در لیبی با هم همپیمان هستن و از یک طرف دفاع میکنن که اون جنرال هفتار هست و در واقع کشور ترکیه و قطر که از حماسی ها و اخوان المسلمین دفاع میکنن از اون طرف دارن در واقع پشتیبانی میکنن. اما رابطه مصر و اسرائیل رو نگاه بکنیم تا به فلسطینی ها برسیم،
خب پشتیبانی اسرائیل در مصر، از مصر در سینا و همکاری هایی که این دو کشور کردن با هم دیگه در رابطه با از بین بردن در واقع اون گروه داعش و بقیه، همه اینها باز نمیتونه نگرانی السیسی و مصر رو کم بکنه که تمرکز اهمیت منطقه داره از قاهره به خلیج فارس میره و بقیه کشورهای خلیج فارس هم اگر به این مسئله ملحق بشن، دیگه من فکر میکنم در واقع اون رویا کاملا انجام شده. اما فلسطینی ها چی میشن؟ ببین، من اسمی رو اشاره میکنم که اگر این شخص جایگزین محمود عباس بشه، من فکر میکنم اون مسئله صلح هم در فلسطین انجام خواهد شد. و اون شخص کسی نیست جز محمود دهلان. محمود دهلان کسیه که در واقع قسمت اساسی در واقع اون حزبی که ما بشیم حزب فتح فلسطینی هاست و مخالفان زیادی داره، موافقین زیادی هم داره و این کسیه که در واقع اسرائیل و آمریکا میخوان کمک بکنن که بیاد رو کار که بتونن قرارداد صلحی رو با فلسطینی ها انجام بدن. امروز مسئله فلسطینی ها اون اهمیت رو دیگه برای عربستان سعودی، برای امارات و برای بقیه نداره. من در اینجاست که با صحبت های شما مخالفم که عربستان این صحبت کرده. عربستان ممکنه برای مسائل داخلی خودش یا ترسی که محمد بن سلمان داره یا اینکه پدرش حالش خوب نیست و میخواد که واقعا حکومت عربستان سعودی رو به زودتر به دست بگیره تا مسائل کمتر به هم بریزه، مسئله فلسطین امروز از نظر اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی و امارات حل شده است. اون اهمیت رو نداره و اون اهمیت رو نخواهد داشت و اگر این رابطه فعلا الحاق کردن رو متوقف کرده، چون من نگفتم حذف شده و در داخل اسرائیل هم این صحبت نمیشه، حذف نشده، فعلا این مسئله متوقف شده، بنابراین کمک هست به فلسطینی ها که بتونن در یک مرحله در واقع تصمیم گیری بسیار مهم با اسرائیل کنار بیان و عمل رو انجام بدن. البته من سخنانم رو در اینجا به این پایان میبرم که نقش رژیمی در تهران هست که اجازه نمیده این مسئله انجام بشه. دیدیم که اتاق فکری تهران چطور در عراق برنامه ریزی کردن، چطور در سوریه برنامه ریزی کردن، چطور در لبنان برنامه ریزی کردن و امروز نگرانی اردن از اینه که ماموران جمهوری اسلامی با ماموران در واقع عراقی و سوری که قاطی شدن اونجا میخوان انقلابی رو در داخل اردن به پا بندازن، فلسطینی ها رو در اونجا بتونن قدرت به دست بگیرن، کاری که منظورم با حزب الله کردن و از اونجا به کرانه رود غربی نفوذ بکنن و با اسرائیل درگیر بشن. یعنی اگر که ایران، جمهوری اسلامی ایران، غزه را نتونست به اون نحوی که میخواد بر علیه اسرائیل بشورونه، امروز حزب الله به خاطر اتفاقاتی که در داخل لبنان افتاده، در داخل بیروت، اون انفجار بیروت و اینها، و به خاطر وضع اسفناکی که اسد در داخل سوریه داره، جمهوری اسلامی اگر توان مالیشو داشته باشه و بتونه به اون توان مالی دست پیدا بکنه، برنامه که در سر داره اتاق فکری تهران و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اینه که میخوان این برنامه رو پیاده بکنن. البته خب همه ما میدونیم که اسرائیل سپاه رو در این سپاه قدس رو در سوریه خار و زار کرد و ریشه اونها رو در اینجا در واقع من میتونم بگم خشکوند و من فکر میکنم نصرالله کاری نمیتونه انجام بده. حماس و جهاد اسلامی هم جز چند تا موشک پرانی عملی انجام نخواهند داد. بنابراین نتیجه گیری من اینه که امروز این رابطه اجازه میده به فلسطینی ها که بتونن وارد آخرین مذاکرات بشن با اسرائیل و بتونن حداقل کشور، من بارها به این مسئله اشاره کردم، اهمیت نداره که پایتخت شما کجاست، اهمیت اینه که شما کشور داشته باشین. بنابراین میتونن در رام الله پایتخت خودشون رو بذارن یا پایتخت موقتی بذارن. پس بنابراین مسئله اصلا ایجاد کشور نیست. میگن ما اورشلیم رو به عنوان پایتخت خودمون میخوایم و این مسئله امروز در حال حاضر با کسانی که در کاخ سفید هستن عملی نیست و عملی نخواهد شد. بفرمایید. آره، این داستان داستانی است که تمومی نداره. یعنی من فکر می‌کنم که خیلی ها تو این داستان دارن سود میبرن و اونی کسی که داره ضرر میکنه مردمه. فرقی نمیکنه این مردم در کجا زندگی بکنن، ولی این وضعیته. راجب بن سلمان گفتین و من واقعا امیدوارم که این آدم موفق بشه، گرچه که دوباره عموزادش
در کانادا گفته که اینا میخواستن منو بکشن موقعی که قاشقچی رو در اونجا تیکه کرده بودن، ماموراشو به کانادا فرستاده با سلاحای همین چاقوهایی که بتونه تیکه تیکه کنه، هر رایی که بتونه استخونا رو بشکنه و ریز کنه. خیلی این آدمه به نظر من، اگه من آرزو میکنم بن سلمان موفق بشه، چون همچنان باور دارم که از 1979 که نظام اهریمن بر میهن من حاکم شد، چهره جهان رو تغییر داد و عربستان هم ما دیدیم که در همین پرده قرار گرفت و بعد افغانستان، پاکستان، همه تو این ماجرا درگیر هستن. یک موضوعی رو که میخوام از شما اینجا بپرسم، وضعیت اردوغان رو این وسط نقشش رو چجوری میبینی با این رفتاری که داره انجام میده، هم در لیبی هم در این معامله یه جوری مشتونی میکنه، چی میبینی وضعیت اردوغان رو؟ سوال جالبیه. ببین، نمیدونم هفته پیش که از قوم هفته پیش برنامه نداشتم، ولی همون دو روز قبلش اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق اومد واشنگتن. نمیدونم اگر شما اون سخنان ایشون رو در کاخ سفید با آقای پرزیدنت ترامپ دیدید یا نه. البته ایشون انگلیسی صحبت نمیکنه، مترجمی بود که صحبت های ایشون رو ترجمه میکرد. در کاخ سفید آقای پرزیدنت ترامپ مهماندار آقای الکاظمی نخست وزیر عراق بودن و صحبت میکردن. آقای الکاظمی برگشتن گفتن که بله، این ترکیه و اردوغان اومدن به شمال عراق حمله کردن، ما نیرو فرستادیم اونجا و ترکیه داره در اونجا حالا به قول شما مشتبانی میکنه، ولی خب برنامه بلند پروازانه آقای اردوغانه. زمانی که صحبت های مترجم هنوز تموم نشده بود که یعنی حرفای نخست وزیر عراق بگه، بلافاصله آقای ترامپ برگشت گفتش که بله، ما با ترکیه دوست هستیم، ما با رابطه خیلی خوبی داریم و من با آقای اردوغان خیلی دوست هستم. این مسئله حساسیه که با یک کلمه رئیس جمهور از دهن این شخص در میاد. بدین معنی من این رو اینطوری تحلیل میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ راه حلی برای اردوغان نداره، نمیدونن با ایشون چه بکنن. اما اجازه بدید وضع خاورمیانه خیلی سریع نگاه بکنیم. آیا قدرتی که بتونه جلوی در واقع اون رژیم اهریمن بیسته و در واقع نگذاره که اون فرمول اسلامی در خاورمیانه شیوع پیدا بکنه، و این فرمول اسلامی در خاورمیانه شیوع بکنه، چه کسیه که قدرت نظامی داره؟ خب هواپیمای F-35 هم که بهش دادن و سیستم S-400 هم که از روسا گرفته، بنابراین میتونه یک قدرت نظامی در خاورمیانه باشه. حالا میتونه اعتراض هم بکنه که چرا امارات رفته با اسرائیل رابطه ایجاد میکنه، در صورتی که خود ترکیه از 1948 الان با اسرائیل رابطه داشته. بنابراین نگاه من به اردوغان اینه که آمریکا پشتیبانی داره میکنه از برنامه‌های سیاسی، نظامی و حرکت‌های نظامی ترکیه در خاورمیانه. آقای بهبانی، من فقط سه کشور رو سریع صحبت می‌کنم: عراق، سوریه، لیبی. عراق، سوریه، لیبی، در این سه کشورشون نیروی نظامی داره یا نیروی نظامی در قدرت داره که میتونه سریع وارد این سه کشور بکنه. امروز آقای اردوغان کشور ترکیه در داخل سوریه، یعنی در شمال سوریه که میشه جنوب ترکیه، اینها نیرو دارن در نزدیک همین شهر ادلب و ایستادن و خب نمیذارن که حالا بقیه اونها اون اسلامی ها رو قتل و غم بکنن تا اینکه جایی براشون پیدا بکنن که فعلا دارن میفرستنشون لیبی. یه مقداری هم از این سودانی ها گرفتن که دارن میفرستن لیبی که برن اونجا بجنگن. خیلی خب، حالا همه دارن میجنگن. از اون طرف آمریکا میاد، آقای پامپو میاد و میخواد سودان رو وارد اون مسئله صلح بکنه، بگه شما با اسرائیل صلح بکنید، بنابراین اسرائیل به رسمیت بشناسید، ما شما رو از لیست کشورهای تروریستی برمی‌داریم. مسئله خاورمیانه بسیار مسئله امروز پیچیده‌ای شده و دو کشوری که میتونن عرض اندام نظامی بکنن کشور ترکیه و کشور اسرائیل. کشور اسرائیل وارد مسائل منطقه‌ای نخواهد شد، یعنی وارد مسئله لیبی نخواهد شد، ولی اردوغان وارد اون مسائل میشه. امروز نیروی دریایی امروز نیروی دریایی ترکیه داره اون عمل رو انجام میده و من فکر میکنم که
زمانی که آمریکا تصمیم گرفت که از خاورمیانه خارج بشه و در واقع اسرائیل رو به عنوان جانشین خودش منصوب کرد، نه تعیین کرد، منصوب کرد. وقتی که نگاه میکنن از این طرف از ترکیه پشتیبانی میکنن و از اون طرف اسرائیل رو در یک قدرت، در یک جایگاهی نگه میدارن که بتونه با اردوغان مقابله بکنه. برداشت من، تحلیل من بر اینه که امروز خاورمیانه، ما همونطوری که بارها راجبش صحبت کردیم، اگر جمهوری اسلامی برچیده نشه دچار مشکلات زیادی خواهند شد. اگر جمهوری اسلامی تغییر رویه نده دچار مشکلات زیادی خواهد شد و آمریکا نمیتونه همیشه نیروهای خودش رو در اونجا نگه داره. بنابراین ترکیه در حال حاضر به خاطر اینکه عضو ناتو هست و احتیاج داره به کمک هایی که از قطر میاد، احتیاج داره به کمک هایی که حتی از عربستان میاد، احتیاج داره به کمک هایی که از آمریکا، ناتو و بقیه کشورها میاد. و درسته که امروز کنترل زیادی روی آقای اردوغان و تصمیم گیری هاشون در منطقه نیست، ولی هنوز اردوغان عملی رو انجام نداده که در واقع برخلاف سیاست های آمریکا و برخلاف در واقع امنیت آمریکا باشه. در ضمن عامل آخرم براتون میگم آقای بهبهانی، مسئله ترکیه و روسیه است. ترکا میتونن در مقابل روسیه بیستن ولی نمیتونن مقاومت دراز مدت داشته باشن و اون دو تنگه‌ای که در واقع بوسفور و داردانل که هست که اون کشتی های روسا و از دریای سیاه رد بشن، اونو بسیار اهمیت داره. و به جای که درگیری نیروهای آمریکایی اونجا باشه و آمریکایی‌ها بخوان این کارو بکنن، امروز نیروی دریایی ترکیه رو دارن تقویت میکنن که بتونه در مقابل اونا بیسته و از اون دو تنگه بوسفور و داردانل مواظبت بکنه. بنابراین وقتی ترکیه میتونه این افزایش نیرو رو داشته باشه، میگه خب پس ما انرژی میخوایم، ما دیگه حاضر نیستیم که فقط لوله های گاز از کشور ما رد بشه صادر بشه، ما میریم خودمون گاز رو میاریم اینجا صادر میکنیم. نزدیکترین منطقه، چون با یونان اختلاف دارن، چون با در قبرس اشکال داره، من فرض فراموش کردم بگم نیروهای ترکیه در قبرس هم هستن آقای بهبهانی، یادتون نره، چون بر در اونجا هم هستن. قبرس دو قسمت، قبرسی که در واقع قبرس یونانی و قبرس ترکی بشون. بنابراین اینها با این نفوذهایی که در این منطقه کردن، با حضوری که در سوریه داره، حضوری که در قبرس داره امروز و حضور نظامی که در لیبی داره، شما باید ترکیه رو به عنوان یکی از قدرت‌هایی که در داخل خاورمیانه ارز اندام خواهد کرد برای دهه آینده حساب بکنید. و من فکر می‌کنم این فرمولیه که داره پیش میره تا زمانی که آقای اردوغان سر کار باشه. بعد از اون رو باید در یه زمان دیگه راجعش صحبت کرد. بفرمایید. حتما. ممنون. عرضم به حضورت که می‌خواستم اینو به قبل از اینکه اینو بخونم بگم که علی‌رغم اینکه اصلا من با شما سر خیلی این مسئله اختلاف دارم، ولی برام بسیار صحبت کردن با شما لذت بخشه، به خاطر اینکه خوب نقاط خوبی رو یه مرتبه بیرون میاری و انگوش میذاری و این لذت بخشه. آدمی که با یه آدمی که اطلاع داره میدونه حرف میزنه، برای من واقعا واقعا جای خوشحالی، از این بابت خوشحالم. اما فریبا نوشته است بی صبرانه منتظر برنامه فردای آقای بوتساز هستیم. هفته پیش نبودن. لطفاً راجع به موضع اتحادیه اروپا در مقابل تحریم تسلیحاتی ایران بپرسید. علت این همه دوگانگی و ایستادن پشت رژیم ملاها چیست؟ من البته برایش نوشتم اینا پشت ایران نیستن، پشت ملاها نیستن، اینا مخالفن. همین امروز آلمانی‌ها گزارش دادن که ایرانی‌ها مثل روسا، مثل ترکا دنبال سلاح اتمی و ابزار این کار بودن و هستن. و این گزارشی که 2019 منتشر کرده بودن. بنابراین نه، اونا که نمیخوان که ایران صاحب سلاح اتمی بشه، ولی این 15 تا رأی یعنی کار به جای رسیده. واقعا آدم خجالت میشه. این مملکت مثل اندونزی که حالا بی خودکی رئیس دوره‌ای شورای امنیت شده، جلوی آمریکا بیسته بگه نخیر آقا، حرف شما رو نمیخریم مثلا. این خب این مخالفت با شخصیت ترامپ، نه مخالفت با
آمریکا یا فرض کنید که موافقت با نظام جمهوری اسلامی. اونا هم میدونن که این آخوندا چه جنایتایی توی اروپا انجام دادن، اونا هم از دست اینا شاکی هن. ولی اینطوری میبینم. ولی با توجه به پرسش فریبا به شما وامیذاریم شما جواب بدید. خیلی ممنون از خانم فریبا تر این سوال. آقای ببانید، مسئله که امروز داره در این بین در واقع امضا کنندگان برجام پیش میاد، چون سوال درسته که طرف ایران هست، ولی در واقع اختلاف نظری که ما داریم صحبت میکنیم اختلاف نظر بین اون پنج به اضافه یک هست، که یک یعنی آمریکاست و اون پنج کشور دیگه. شما توجه بفرمایید که آقای پامپئو سفر میکنن به اورشلیم. درسته که ایشون برای برنامه سیاسی و صحبت کردن در کانونشن حزب جمهوری خواه رفته بودن اونجا، ولی خب کارهای دیگری هم داشتن، در اورشلیم توقفی کردن، صحبتهایی شد و بعد از همون سفر بود که امروز آقای گبی اشکنازی که وزیر امور خارجه اسرائیل هستن به آلمان اومدن و اون صحبتی رو که شما گفتین که آلمان ها هم با اسرائیل در واقع دارن هم فکر میشن. البته آقای اشکنازی به بقیه کشورهای اروپا هم خواهد رفت، فرانسه و انگلستان و بقیه، و نظرهایی خواهد کرد. اما اتفاقی که امروز داره میفته و پشتیبانی که اروپا داره انجام میده از مسائل در واقع برجام، خب کشورهای اروپا احتیاج به بازار ایران و اون انرژی ارزون دارن، و وقتی که میبینن که این برنامه با روسیه داره انجام میشه، با چین داره انجام میشه، که در واقع ما انرژی ارزون به شما میدیم، شما به ما حالا اسلحه بدین، مواد دیگه بدین، هر چی که ما بتونیم تو بازار بفروشیم بدین، خب اتفاقاتی که داره میفته. ولی مهمترین مسئله زمانی که ایران برای چند سال با سازمان انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی مخالفت میکنه و میگه ما اصلا این جاها، این مکانها، این سایت ها وجود نداره، اصلا ما در اینجا تست نکردیم، و یهود در از زمانی که روز 19 آگست آمریکا اون در واقع سیستم ایجاد مجدد تحریم ها رو، ماشه رو، سیستم ماشه رو ایجاد میکنه، میبینیم که بلا فاصله رئیس سازمان انرژی اتمی وارد ایران میشه و ایران موافقت میکنه که اون دوتا سایتی رو که در واقع از اون مدارکی که اسرائیلی از ایران رو بودند و لو دادن ایران رو، دوباره خاروزار کردن این رژیم خائن رو، دادن دست سازمان انرژی اتمی، گفتن آقا بفرمایید. شما و بقیه بینندگان و شنوندگان میدونین که هر جا که تست اتمی شده باشه مواد رادیواکتیو ممکنه تمیز بشه، ولی برای 100 سال یا حالا 50 سال برای مدت زمان زیادی اثراتش اونجا میمونه. پس این سازمان اتم انرژی میتونه بره اونجا، نمایندگان و اون اینسپکتورها برن و ببینن که چه اتفاقی داره میفته. اما آقای پامپئو شماره معکوس رو 30 روزه رو شروع کرده و در 19 سپتامبر 2020 زمانیه که در واقع باید اون قسمت برگردوندن تحریم روی ایران انجام بشه. اهمیتی نداره که ایران، ببخشید، آمریکا جزء این قرارداد نیست. این اشتباهیه که خیلی از کشورها دارن میکنن. مسئله اینه که این قراردادی بوده که سازمان ملل هم زیر پاشو امضا کرده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد آقای بهبهانی؟ اتفاق اینه که این یک تلاطم، شما به کشور اندونزی اشاره کردید، ولی من ذره بازترش بکنم. این یک تلاطم داره در سازمان ملل ایجاد میکنه، یک گرداب سیاسی داره در سازمان ملل ایجاد میکنه، و در واقع شما درست میگید، عمق منزوی شدن آمریکا رو در صحنه بین المللی هم داره نشون میده. ولی من به شما اطمینان میدم که امروز یک جنگ دیپلماتیک بزرگ در پشت صحنه داره انجام میشه. جواب خانم فریبا در اینجاست. این جنگ دیپلماتیکی در پشت صحنه داره انجام میشه، در واقع تهدیدی به تزلزل و قوانین بازی در سازمان ملل. منظورم چیه؟ منظورم اینه که قبلا مسائل رو یک جور دیگه نگاه میکردن، امروز به طریق دیگریه. این اختلافات که در واقع با تلاش آمریکا برای ببخشید جلوگیری از این اون گروه 5 نفره دارن سعی میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن که مجدداً این تحریم‌ها روی ایران برنگرده. ولی مسئله‌ای که امروز پیش خواهد اومد اینه که در روز 19 سپتامبر، یعنی چند روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، مجمع عمومی فکر کنم روز 22 یا 23 سپتامبر انجام میشه، اگر که در اون زمان
سازمان ملل این مسئله رو تمدید نکنه، یعنی بگه خیلی خب ما 30 روز دیگه وقت بدیم به ایران تا کامپلای بکنه این مسئله رو، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که آمریکا اون رو ویتو خواهد کرد، یعنی نخواهد گذاشت که به ایران شانس دیگری رو بدن. بنابراین دید من در اینجا اینه که شورای امنیت میتونه اون امتیاز رو به ایران مجددا بده، اما این بدین معنی نیست که میتونن انجام بدن. چرا؟ چون زمانی که آمریکا این رو ویتو بکنه برجام از هم پاچیده است، دیگه برجامی وجود نخواهد داشت. و من بر این باورم که آمریکا اون شکستی رو که هفته پیش یا دو هفته پیش در سازمان ملل خورد و نتونست جلوی در واقع اقدامات تحریمی رو برای فروش اسلحه رو ایران تمدید بکنه، این دفعه با اون دفعه فرق میکنه. و من فکر میکنم که اگر تهران عملی رو انجام نده که بتونه با سازمان انرژی اتمی کنار بیاد و با کشورهای اروپایی کنار بیاد، این عمل انجام خواهد شد و تحریمات روی ایران خواهد اومد. ولی من فکر میکنم آقای بهبهانی، امروز اون جنگ دیپلماتیک که پشت صحنه که من دارم صحبت میکنم تعیینگر یک مسئله بسیار بسیار مهم خواهد بود که آیا اروپا در کجا قرار خواهد گرفت در آینده، یا این جنگ فقط بین سیاست ترامپ در سازمان ملل یا سیاست آمریکا در سازمان ملل، بین این دو تا رو باید در واقع تمایز بذاریم ما. آیا این فقط آقای پامپئو و آقای ترامپ هستن که دارن این انجام میدن، یا سیاست و خواست آمریکاست؟ خب میدونیم اگر آقای بایدن انتخاب بشن گفتن که به برجام برمیگردن. پس تمام سعی اروپا و تمام سعی سازمان ملل و اعضای سازمان ملل اینه که صبر بکنن تا ببینن که 3 نوامبر تکلیف انتخابات آمریکا چی میشه، و در اونجا خواهد بود که تصمیم گیرنده این در واقع مسئله خواهد شد. من فکر میکنم که امروز انتخابات آمریکا با وجود پیش بینی هایی که داره میشه، من فکر میکنم باز آقای ترامپ شانس بیشتری داره، زیاد نه ولی شانس بیشتری رو داره، برای اینکه ایشون در داخل کاخ سفید هستن. و من فکر میکنم که اتفاقی در داخل آمریکا داره میفته با همه مسائلی که در اول برنامه اشاره کردیم، من میتونم بگم شاید 51-49 امروز به نفع آقای ترامپ باشه، ولی میتونه 50-50 باشه، برای اینکه ما نمیدونیم چه کسانی، یه تعدادی از دموکرات ها نه به این طرف رأی خواهند داد نه به اون طرف، یه سری از جمهوری خواهان نه به این طرف نه به اون طرف. بنابراین سیاست مسائل داخلی آمریکا، مسائل انتخاباتی آمریکا و مسائل بین المللی و مسائل سازمان ملل همه با هم امروز قاطی شده، و اون جنگ دیپلماتیک پشت صحنه من فکر میکنم تا شروع انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. بفرمایید. بسیار ممنونم آقا، متشکرم. البته بازم اینم اشتباهشونه که آقای پومپئو همین تاریخ 21 رو اعلام کرد که میشه 31 شهریور، همون روزی است که عراق به ایران حمله کرد. جمهوری اسلامی از این میتونه به نفع خودش استفاده کنه و مظلوم نمایی کنه. بالاخره یه تبلیغات داخلی براش هست، اگه هیچی نباشه نظر داخلی هیاهو به پا میکنه. بذارید پرسش آخر رو ضمن این که 1000 پرسش دیگه دارم، ولی میدونم وقت شما تنگه، ممنونم ازت که این فرجه رو به من میدی، بپرسم که دیشب رو که شب آخر کنگره انتخاباتی حزب جمهوری خواهان بود برای انتخاب، یعنی کاندید کردن رئیس جمهور آینده شون، که چه کسی رو به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی میکنن؟ خود طبیعتا رئیس جمهوری که در کاخه است که اون رو نمیارن یه رقیب جلوش بذارن، که طبیعتا آقای ترامپ خواهد بود. ولی مراسمی که دیشب بود، یعنی در ظرف این چند شب بود، خیلی عجیب و غریب بود. اولا با توجه به همه این مطالبی که شما در مورد خشونت‌ها در آمریکا صحبت کردی، خب ما دیدیم که شب اول اون نفری رو آوردن که اون خانواده‌ای که تفنگ گرفته بودن، مسلسل اون زن و شوهری که با مسلسل همون تو جریان فلوید اومده بودن تو خیابون علیه تظاهرکننده‌ها، اونا رو به عنوان سخنران دعوت کرده بودن. خب این علامت بده. بعدم دیشب هم دوباره یک خانم بیوه پلیسی رو آورده بودن و گریه و زاری که شوهر من خیلی خوب بود و کشته. خب خیلی ها بیگناه کشته میشن تو این مسائل، ولی
سرانجامم سخنرانی آقای ترامپ بود. اعتراض میشه به آقای پومپئو که آقای پومپئو به عنوان وزیر حق نداره در حقیقت از نظر قانون اساسی توی این رقابت‌های انتخاباتی شرکت بکنه به عنوان وزیر کابینه. به نظر من آقای پنس از همهشون درست‌تر حرف میزنه، ولی میخوام نظر شما رو در مجموع بشنوم ببینم که چیست و چگونه دیدی این ماجرا رو. البته من اول از آقای مایک پامپئو شروع میکنم. مسئله قانون اساسی نیست آقای بهبهانی. به طور کلی و از زمانی که در واقع جمهوری آمریکا تشکیل شده و این مسائل کانونشن های دو حزب انجام می شده، هیچ وقت وزیران امور خارجه در مسائل سیاسی شرکت نکردن، یعنی نیومدن تبلیغ برای رئیس جمهور بکنن. البته خب شما میبینید که کابینه آقای ترامپ وقتی بیرون میرن صحبت میکنن، منظورم اینه که میتونن خارج از اون زمان کانونشن صحبت بکنن، ولی به طور کلی هیچ کدام از وزرای امور خارجه آمریکا تا امروز هیچ وقت صحبت سیاسی در زمان کانونشن نکردن. آقای مایک پامپئو وقتی که این کار کردن از اورشلیم که بالای اون هتلی هست که البته خب من پیشنهاد میکنم اگر هر کسی به اورشلیم میره حتما در همین هتل بمونه. من خودم چندین سال پیش در این هتل بودم و در واقع وقتی میایین بیرون تمام اون جایگاه های تاریخی همه دوروبر این هتل هستن و در واقع روی اون سقف هتل که بیستین شما نگاه بسیار بسیار جالبی از تمامی شهر اورشلیم و مناطق یهودی نشین و مناطق عرب نشین و مناطق مسیحی نشین و از این جایگاه هست. خب برنامه ریزی بسیار بسیار عالی بود، شوی خوبی بود از نقطه نظر آقای پامپئو، ولی هدف آقای بهبهانی دو نفر بودن، یعنی دو گروه بودن. هدف در واقع در قسمت اول Evangelical Christian، مسیحیان انجیلی بودن که نشون بده وزیر امور خارجه آمریکا که خود آقای مایک پامپئو یکی از رهبران مسیحیان انجیلی هستن، Evangelical Christian هستن و بسیار بسیار فعال در زندگی مذهبی خودشون هستن. بنابراین دید دستگاه جمهوری خواه و دید گروه هایی که میخوان آقای ترامپ رو مجدداً انتخاب بکنن این بود که ما تا اونجایی که میتونیم فقط میتونیم بیس خودمون رو، طرفداران خودمون رو که مسیحیان انجیلی هستند رو تشویق بکنیم که بیان رای بدن. بنابراین اون شوی که ما دیدیم در اونجا و صحبت‌های آقای مایک پامپئو جز اینکه از اورشلیم، از قلب اورشلیم در واقع بیاد بیرون، کار دیگه نمیتونستن بکنن. چون شما در طول صحبت‌های آقای ترامپ دیشب و در زمان‌های دیگه دیدین که چندین دفعه اشاره کردن که ما اورشلیم رو به پایتخت اسرائیل به رسمیت شناختیم، چون این قانونی بود که در سال 1969 فکر می‌کنم در کنگره آمریکا تعیین شده بود، ولی هیچ کدوم از رئیس جمهورها به این قول وفا نکردن و اینجا رو به عنوان اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناختن. خب دیدیم که آقای پرزیدنت ترامپ گفتن ما هم پایتخت رو به رسمیت شناختیم، هم سفارتمون رو بردیم اونجا، گولان رو به رسمیت شناختیم. بنابراین با اون برنامه‌هایی که من صحبت‌هایی که من در برنامه‌های گذشته نسبت به اوانجلیکال کریستین کردم، نسبت به مسیحیان انجیلی کردم و گفتم که آمریکا از جوده یا کریستین کانتری، آمریکا یک کشوریه که اساسش سفید پوسته و اساسش روی این مسئله مسیحیان انجیلی هست و مسیحیان انجیلی همونطور که بارها گفتم ایمان دارن که چون که زمانی که حضرت مسیح به آسمان رفته اورشلیم در دست یهودیا بوده، بنابراین باید امروز کنترل اورشلیم در دست یهودیا باشه تا اینکه حضرت مسیح از آسمان پایین بیان و دنیا رو نجات بدن و همه آدمای دنیا میشن مسیح. این فرمول فکری اونهاست. بنابراین فقط و فقط برای در واقع اون گروه انجام شده بود، ولی به طور کلی صحبت‌های آقای مایک پنس به خاطر اینکه خب سیاستمدار خوبی هستن به نظر من کوتاه، بجا و درست بود. آقای پرزیدنت ترامپ من فکر میکنم زیاد صحبت کردن، طولانی بود که بیشتر از یک ساعت صحبت بکنن و مطالب رو به چندین نوع ارائه بدن و صحبت‌های ایشون خب خیلی جالب بود برای اینکه
ایشون فقط میگفتن اگر بایدن پیروز بشه آمریکا از بین میره. من فکر نمی کنم چنین چیزی بشه. من فکر نمی کنم اگر آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا بکنه اتفاقی برای آمریکا بیفته. ممکنه که ایشون نتونه جزو بهترین رئیس جمهور باشه، ولی اتفاقی برای آمریکا نخواهد افتاد. من با این حرف آقای ترامپ کاملا مخالفم، ولی من فکر میکنم عملی که انجام دادن، اون 1200 نفری رو که توی کاخ سفید آوردن، با این وجود این ویروسی که هست بدون ماسک و اینا همینطوری بغل دست هم نشسته بودن، برای من خیلی جالب بود که چطور جالب بود. خب اینا بیمار میشن مثل همونایی که تو اوکلاهاما شدن. خب دیدیم. جالب اینه که اینها بغل دست هم نشسته بودن بدون اون که فاصله رو حفظ بکنن و بدون که ماسک بزنن. اینها سران و گروهان و رهبران و کسانی هستند که این کشور رو اداره میکنن. اگه شما که رهبران این کشور هستید قبول نمیکنید به حرفی که دارید به مردم میزنید، چطوری میخواین مردم دنبال بکنن ماسک بزنن سوشال دیستنسینگ داشته باشن؟ از این نظر برای من جالب بود، یعنی از نقطه نظر منفی برای من جالب بود، نه از نقطه نظر مثبت بودن. بنابراین برای رهبران این کشور که میخوان نشون بدن که چه اتفاقی داره میفته، خب نکته به نظر من عمل نادرستی بود. ولی اجازه بدید یه اشاره هم بکنیم به برنامه در واقع شویی که پیاده شد. مسئله نشون دادن قدرت بود که ما در کاخ سفید هستیم و آقای جو بایدن در زیر زمین. ولی امروز اگر ما بخوایم از نقطه نظر اقلیت ها فکر بکنیم، از نقطه نظر گروه های مختلف نگاه بکنیم در داخل آمریکا، که من فکر میکنم یکی از دلایلی هم که در واقع آقای جو بایدن خانم کاملا هریس رو به عنوان معاون خودشون انتخاب کردن، به خاطر اینه که خانم کاملا هریس سیاه‌پوست نیستن، ایشون هندی الاصل هستن و شوهرشون هم یهودیه. شما هم بگوین قهوه‌ای نیست، یه ذره داستان شد. نه رنگی آقای بهبهانی، رنگ she's a woman of color. woman of color ایشون سیاه‌پوست نیستن. در هر حال خانم هریس شوهرشون یهودیه و بسیار هم رابطه خوبی رو با اسرائیل دارن و من فکر میکنم که انتخاب خانم هریس به عنوان معاون برای این بوده که حداقل نگرانی رای دهندگان یهودی رو در آمریکا تا اندازه پایین بیارن که بله، خب خانم هریس که رابطه خوبی با اسرائیل داره، طرفدار اسرائیل هست، شوهرش هم یهودیه، بنابراین همون فرمولی که آقای ترامپ پیاده کرد که خب داماد من یهودیه، دختر من یهودی شده و رأی یهودی ها رو آورد در اینجا، خب این هم از همون فرمول در اونجا استفاده شده. در هر حال حالا هر رنگی که خانم هریس هستن، سیاه‌پوست هستن، ایشون که اصلا برای من اهمیت نداره ایشون چی هستن، چون یک انسان هستن. از نظر من فکر می‌کنم که انتخابات بسیار جالبی خواهد بود. حرف آقای ترامپ، صحبت آقای ترامپ دیشب وقتی که گفتن این مهمترین انتخابات آمریکا در چند سال اخیر خواهد بود، بله البته من فکر نمی کنم آقای ترامپ شب اولم گفتش که ما انتخاب میشیم، اگر ما انتخاب نشیم تقلب شده. خب از اول داستان سنگ تقلب و گذاشت. من فکر میکنم که اولا این انتخابات در همون سه‌شنبه سوم اعلام نمیشه، و عکس همه انتخابات که ساعت 9 شب کالیفرنیا تکلیف کار روشنه، این انتخابات اونجا تکلیفش روشن نیست و طولانی خواهد بود. و بعد هم اگر آقای ترامپ واقعا انتخاب نشه و بایدن انتخاب بشه، ما شاهد یک جنگ و گریز خواهیم بود. من این ماجرای تکرار احمدی نژاد رو در اینجا میبینم. البته آقای بهبهانی فرقی نمیکنه، اگرم که آقای ترامپ هم انتخاب بشن، اون مسائلی که شما میگین در اینجا اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه ما امروز داریم میبینیم، از زمانی که جورج فلوید و اون مسائل تظاهرات در داخل آمریکا و شورش ها هست، هنوز این شورش ها و مسائل در داخل آمریکا نخوابیده و من به شما اطمینان خاطر میدم تا شب سوم هم نخواهد خوابید. من رو به شما اطمینان میدم و بنابراین ادامه خواهد داشت، چون فرقی نمیکنه. منتها اگر آقای بایدن انتخاب بشن، به مقدار بسیار بسیار زیادی این تظاهرات و این شورش ها کم خواهد شد، ولی اگر اون طرف یعنی آقای ترامپ ببرن، من فکر میکنم که 4 سال بدی رو در جلو در داخل آمریکا خواهیم داشت. البته با وجود این ویروس امروز، من فکر میکنم مسائلی دنیا رو داره تهدید میکنه از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر در واقع امن بودن انسان ها که بسیار مهمتره، ولی خب
سوال متفاوتیه، ولی من هنوز فکر میکنم که آقای ترامپ برنده خواهد شد. امیدوارم بله، که البته من اشتباه شانسش بکنم، هست شما که، درست بگیم. بله منم میگم شانس داره که برنده بشه، نمیدونیم، تکلیف معلوم نی، ولی تیم جورج بوش پسر، تیم میت رامنی که کاندید بوده و مککین که ستاد انتخاباتی این ستا رئیس جمهور، اون رئیس جمهور اون دوتا کاندید، هر سه اعلام کردن که به آقای بایدن رای خواهند داد، از هوادارانشون خواستن که به بایدن رای بدین. نکته مهم هم این بودش که در این جلسات که سالانه نمیدونم حزب برگزار شد، شخصیت های اصلی حزب حضور نداشتن. این خیلی نقطه بدی برای آقای ترامپ بود. البته آقای ترامپ که یه جوری دیگه فکر میکنه و اون در حقیقت حزب ترامپ رو ساخته، نه حزب جمهوری آمریکا. این هم یه نقطه است بایستی که فکر کرد ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. نکته خنده‌دار داستان هم بودش، آتش بازی بودش که ما میدونیم این آتش بازی ها رو از چین وارد میکنن، در حالی که آقای ترامپ دائما داره به چین فحش میده، اون بالا آتش بازی نوشت ترامپ 2020. این هم دیگه از نکات خنده‌دار داستان آقای ترامپ است. بازم از شما ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت به میهن، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت استفاده کنیم. نهایت سپاس دارم مثل همیشه برای خودت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوارت، آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. تو این ایام شلوغی مراقب خود باش آقای آلبرت، به شما بیش از همه نیاز داریم. ممنون، با سپاس و بدرود. متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت بوتساز. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما و روشن بشیم و بدانیم که کجای این دایره قرار گرفتیم. از اینکه دنبال میکنی از شما ممنون. از خانم فریبا هم تشکر، امیدوارم که مطالب رو شنیده باشه. با تشکر از شما، مرسی.